عرض سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. ایمان هستم، کوچ تحول، توانمندسازی، استراتژی، رهبری و همچنین مشاور کارآفرینی کسب و کارم. با یک لایو دیگه در خدمتتون هستم تا بتونیم از یک دریچه متفاوت به زندگی یک از فارسی زبانان تاثیرگذار دنیا نگاهی داشته باشیم. اگر صفحه من از قبل دنبال کرده باشیم، با فرآیند لایو آگاه آشنا هستیم. اگر هم به تازگی به جمع دوستان من پیوسته باشیم، باید به این نکته اشاره کنم. ما در این لایو ها هدفمون اینه که مسیر رسیدن به اهداف رو از زبان ایرانی تاثیرگذار سراسر دنیا بشنویم. خیلی از این دوستان میگن که اعتقاد راسخ به مسیر و کاری که انجام میدن قابل اعتمادترین و محکمترین عصای دستشون توی روزهای ناامیدی است. قصد داریم از تلاش ها، ناامیدی ها، امید ها و انتخاباشون آگاه بشیم که میتونه تاثیر بسیار مطلوبی روی زندگی ما بذاره و ما رو روی مسیری که داریم ثابت قدم تر کنه. ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید و این لایو رو میبینید. سپاسگزارم. سلام. سلام. خوب هستی فریناز جان؟ عالی، شما خوبی؟ خیلی ممنون. خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. باعث افتخارم و اینکه خوشحالیم که میزبان شما هستیم. میکروفون در اختیار شما، اگر میخواییم با بیننده صحبت. ممنونم که منو دعوت کردین. من یکی از طرفدارای پرواقرص پیج شما، بسیار همه با انگیزه، برای همین خیلی خوشحال شدم که دعوت شدم به برنامه سی. مرسی، متشکرم. من مستقیم میرم سراغ سوال اول که با انگیزه شروع کنیم. ممنون میشم خودتون رو برای بیننده‌ای که به تازگی میبیننتون معرفی کنید. من فریناز لاری هستم. توی جامعه رزمی منو میشناسن به این عنوان که اولین زن ایرانی هستم که تونسته قهرمان جهان کیک بوکسینگ بشه. بسیار عالی. چقدر خوب. همینجا من یه سوال پس ازتون بپرسم. من میدونم شما تو کانادا یک باشگاه ورزشی دارید که مؤسسش هستید و حالا دو شاگردم دارید، در مورد اونم اگه بگید ممنون میشم. بله، من حدود 12 سال پیش به کانادا مهاجرت کردم، 11 سال پیش به کانادا مهاجرت کردم با خانواده. یه چند سالی کار کردم توی باشگاه های مختلف. 5 سال پیش به اتفاق شوهرم یه باشگاه خیلی کوچیک با هم دیگه افتتاح کردیم که یک مقدارش کیک بوکسینگ، یک مقدارش فیتنس، که مشغول به کار هستیم دو نفری. چرا خوب. توی چه شهری هست؟ ونکوور هستیم. ونکوور. یه دوستانی که بخوان حالا اونجا، که ما این شانس رو نداریم پیش شما و همسرتون بیان، ولی دوستانی که اونجا هستن، مرسی، میتونن چه جوری ارتباط بگیرن در مورد این باشگاه؟ راستش از زمان کووید ما مجبور شدیم، به خاطر اینکه دولتی همچین دستوری داده بود، همه چی رو به صورت آنلاین ارائه بکنیم. منظورم از این اینه که نه کلاس های آنلاین ارائه میکنیم، بلکه برای اینکه مراجعین بیان به استودیو هم باید آنلاین ثبت نام بکنن. یک وبسایتی داریم به نام districtwarrior.com، اسم باشگاهمون District Warrior، که وقتی که وارد اون میشن یه اکانتی باید درست کنن، بعد برنامه کلاس ها و انواع کلاس هایی که ارائه میکنیم و میتونن اون رو مطالعه بکنن، بستگی به علاقه شون کلاس رو انتخاب بکنن، همونجا هم میتونن ثبت نام بکنن و جاشون رو رزرو بکنن. چقدر خوب. پس این اطلاعات رو بعد به من بدین، من بعد از لایف استوری کنم که دوستانی که میخوان بتونن لینکش هم مستقیم توی همون، حالا اگه اینستاگرام داره یا هر فضایی که داره بتونن ارسالش. خیلی هم عالی. مرسی. مرسی از شما که این کار خوب انجام بدید. خب برمیگردیم به یکم داستان زندگی شما. این که الان شما به عنوان اولین زن ایرانی قهرمان کیک بوکسینگ جهان دارید آموزش میدید به دیگران، میخوایم برگردیم به گذشته، به دوران نوجوانیتون. اون قدم های اول چجور شکل گرفت؟ چی شد اصلا رفتید سمت ورزش زمانی که مدرسه میرفتید؟ من همیشه شیطون بودم و فعال، علاقه داشتم به ورزش کردن. با رشته ژیمناستیک شروع کردم مثل همه دخترای دیگه، ولی بعد از یه مدت که خب پیشرفت کردم توی این رشته، یه روز مربی ژیمناستیکم به من گفتش که برای خانوما توی ایران حد اکثر مسابقات شرکت در مسابقات بانوان کشورهای اسلامی، یعنی بیشتر از این نمیتونید پیشرفت بکنید توی این رشته، برای همین برو رشته های دیگه اگه دوست داری بری جاهای بالاتر. انگار که وقتی اینو به من گفت،
اصلا دیگه عشقم به ژیمناستیک از بین رفت، دیگه دوست نداشتم ادامه بدم. اونجا فهمیدم که اصلا دوست دارم قهرمان جهان شم، یعنی هنوز نمیدونستم که تو چه رشته‌ای، ولی دوست داشتم قهرمان بشم. مامانم هم خب مثل همه مامانای دیگه منو رشته‌های ورزشی مختلف فرستادن، مثل والیبال و بسکتبال و ولی خب با اینکه همه اونا رو انجام میدادم و خب خیلی هم دوست داشتم، ولی اونجوری بهشون علاقه من نشدم. همیشه دوست داشتم رزمی کار کنم، ولی رزمی رشته نبود که مورد علاقه خانواده‌ام باشه. تا وقتی که 18 سالم شد، 18 سالم که شد رفتم یه مغازه مانتو فروشی کار کردم. بعد از اینکه کنکور دادم، حقوق اولی ماه همو که گرفتم که اون موقع بود 100 هزار تومن، رفتم با 70 هزار تومنش یه دونه کلاس کیک باکسینگ ثبت نام کردم. یکی از دوستام اون موقع میرفت کلاس کیک باکسینگ، به من گفت که بیا با هم دیگه بریم. همون موقع عاشق شدم و دیگه بلن کردم. چرا عالی. من با اجازه شما اگه موافقی که چیزی رو با هم ببندیم، من هر جا وسط صحبتتون سوالی داشتم دستم میارم بالا که رو صحبتیم. عالی. میخوایم یه خورده سن پایین تر بمونیم اگه اجازه بدیم، چون خیلی از مخاطبین ما حالا چه لایو الان ببینن چه سیف شده رو ببینن، مادرها و پدرها هستن که فرزنداشون توی نوجوانی هن یا توی سن مدرسه و اینها هستن، هر نگرانشون اینه که آیا ورزش کردن از سن پایین لطمه میزنه به درس، و آیا این که ورزش کردن کنار مدرسه میتونه یک اعتماد به نفس خوب بده، یک نقطه قوت خوبی در درون فرزند ایجاد کنه. میشه در مورد این بگید که واقعا مزیتش بیشتره یا واقعا ضرری که نداره، یا این که حالا تمرکز از فرزند میگیره، و پیشنهادتون به مادر پدرها واسه این که فرزنداشون از سن پایین تخصصی و حرفه‌ای بفرستن ورزش چیه؟ من به عنوان تجربه خودم میگم، فکر میکنم اون موقع که من بچه تر بودم، خب بله پدر مادرمون فکر میکردن که اگر ورزش بکنیم اون تمرکزمون نسبت به درس کمتر میشه، و واقعیتش اینه که برای دخترها اونقدر موقعیت نبود برای اینکه ورزش کنن. بیشتر ورزش‌ها توی تابستون‌ها ارائه میشد. حتی من بزرگترم که شده بودم، باشگاه‌های ورزشی خانم‌ها اینطوری بود که از ساعت مثلا 9 صبح تا 2 ظهر برای خانم‌ها بود، و دیگه از اون موقع به بعد از 2 بعد از ظهر تا مثلا 10 شب برای مردا بود. یعنی یه جوری در نظر می‌گرفتن که زن‌ها کار نمی‌کنن یا زن‌ها از بعد از ظهر به بعد نمی‌تونن ورزش کنن. ولی برمیگردیم به بچگی، یک چیزی که من توی این 11 سال که کانادا هستم می‌بینم، اونم اون جدیت توی ورزشه. اینه که بچه‌ها کل سال که ورزش میکنن، تابستون که ورزش میکنن، که هیچی، مدارس یه ارزش خاصی قائل میشن برای اون دانش آموزی که یه رشته تخصصی خاص رو دنبال میکنه. منظورم حتما از نظر مالی نیست، ولی از نظر اینکه یه پوان براشون قائل میشن که خب اگر که نمیتونه فلان کلاس شرکت بکنه به خاطر اینکه مثلا تمرین شنا داره، چون توی تیم شنای مثلا استانه، برای همین سعی میکنن براش یه موقعیتی فراهم بکنن که اون درسی رو که نتونسته شرکت کنه رو حتما برسه. اگر شاید اینو به عنوان مثال میگم، این موقعیت برای من فراهم بود اون موقع که بچه بودم، خب مادر پدرم بیشتر راغب بودن برای اینکه من به ورزش کردن ادامه بدم. ولی چون این موقعیت ها فراهم نبود، بله فکر میکردن که خب اگر من بخوام ورزش کنم، خب نمیتونم درست درس بخونم. الانم من به پدر مادرها پیشنهادم اینه، چون موقعیت برای ورزش کردن فرزندان بیشتر شده، مثلا معلم‌های بهتری، مربی‌های بهتری وجود دارن، کلاس‌ها، سانس‌های بیشتری دارن، دختر و پسر هر دو میتونن به صورت حرفه‌ای‌تر ورزش بکنن، اجازه بدن که بچه‌ها پیدا بکنن اون رشته‌ای رو که علاقه‌مندن بهش. چطوری؟ یه موقعی با فیلم دیدن، یه موقعی با یکی صحبت کردنی که خودش حرفه‌ای ورزش می‌کنه، یا شرکت توی کلاس‌های مختلف برای اینکه علاقه‌شون رو پیدا بکنن. ولی یک کاری که ورزش می‌کنه اینه که اعتماد به نفس بچه‌ها رو زیاد می‌کنه، چه توی مدرسه چه تو رفتار اجتماعی. چیز دومی که من خیلی اینجا می‌بینم، ADHD توی کانادا خیلی آگاهی توش هست، بچه‌ها نمی‌تونن سر جاشون بشینن، نمی‌تونن تو کلاس ساعت‌ها بشینن. این مثلا یه رشته‌ای مثل رشته من کیک بوکسینگ یا بوکس، تجربه آرتیکل های مختلف نشون داده که تمرکز بچه ها رو زیاد میکنه. یعنی اگر که بچه بدونه بعد از کلاس میخواد بره یه رشته ای که باید توش متمرکز باشه، تکنیک یاد بگیره، این باعث میشه که توی کلاس بیشتر توجه کنه، یا بعدش
در واقع انگار یه جوری انرژیش تخلیه شده باشه و بیشتر بتونه درس بخونه. برای همین نه تنها اثر منفی نداره بلکه اثر مثبت هم داره. چه عالی، چه خوب. من این دوتا نکته آخر خیلی دوست دارم یه جمع بندی کنیم. یکی گفتیم که از سن پایین ورزش کردن اعتماد به نفس و توی اجتماع و توی زندگی بالا تر میبره. دوم اینکه اون بیش فعالی هایی که الان بعضا خیلی از بچه ها دارن در واقع جای دیگه انرژیش خالی میشه. این اعتماد به نفس خیلی خوبه. میخوام یکم برگردیم توی سن پایین تر. مثلا شما دوران دبیرستانتون که داشتیم واسه کنکور بکنم مثل همه ما دغدغه امتحان خوندن داشتیم، اون ورزشی خودباوری بیشتری هم به شما داد تا برای قبولی کنکور بیشتر تلاش کنید. میخوام بگم که اون ورزش تو بعدهای دیگه زندگی مثل اعتماد به نفس کجاها به شما تونست باور بیشتری بده؟ راستش همه اعتماد به نفس و باورم و من مدیون ورزش هستم، نه فقط دوران کنکور. یه دیسیپلینی ورزش کردن به من یاد داد، مثلا صبح خیلی زود از خواب بیدار شدن و اینکه همین سن بلوغ. اینطوری میتونم بیشتر توضیح بدم که هممون توی جسممون یه احساس ناآرامی و ناراحتی میکنیم، نه از شکلمون راضی هستیم، نه از بدنمون راضی هستیم، نه خانواده از ما راضی هستن، نه از رفتارمون راضی هستیم، همیشه یه حالت ناآرام و ناراضی داریم. فکر میکنم که ورزش کردن خیلی کمک میکرد به من که بتونم توی خودم متمرکز بشم و بیشتر تلاش بکنم توی درس خوندن. بسیار عالی، چه خوبی، چند تا نکته خوب توی این قسمت گرفتیم. ممنون از شما. چون 18 سال و شما شروع کردین و بعد از اولین حقوقتون رفتین باشگاه ثبت نام کردید که فکر میکنم دیگه اونجا کاملا مبتدی بوده باشه. بله، چون رشته های دیگه کار کرده بودم، خب یادگیری ورزش جدید برام راحت تر بود، ولی کاملا مبتدی بودم، هیچ اطلاعی از مشت و لگد نداشتم تا حالا نداره. خب اولین مسابقتون چه سالی بود؟ من یه مدت کوتاهی توی کلاس دخترونه با چند تا از دوستان ورزش کردم و بلافاصله سوال کردم که خب چجوری میشه مسابقه داد. بعد به من اون موقع گفتن که خب برای اینکه بخوای جدی ورزش کنی باید حتما مربی مرد بگیری، چون مربی خانم جدی نیستن. و منم خب بلافاصله گشتم یه مربی مرد پیدا کردم که شوهرمه الان. بعد از 17 جلسه اولین مسابقه ما دادم، اون موقع بود سال 2007، یعنی 20 سالم بود. 20 سالتون 2007 مربی آقا گرفتیم واسه مسابقه که فکر کنم مسابقه ملی بود تلاش کردیم، درسته؟ اولین مسابقه که دادم مسابقه استانی بود، ولی برای خانوما خب مسابقات کم برگزار میشد. مسابقه استانی که برگزار میشد حدود 2-3 ماه بعدش مسابقات کشوری برگزار میشد که میشد انتخابی تیم ملی، و بعد از اون منتخبین تیم ملی خب یا اعزام میشدن به مسابقات بین المللی یا اینکه میرفتن توی اردو برای تمرینای مسابقات بین الملل. الان اسم همسرتون اومد، من یه سلام میکنم خدمتشون و اینکه انشالله یک روزی میزبان ایشون باشید و از دنیا بینتون. خب همین تلاش ها مبارزا مسابقات کوچولو شروع شد که اون تفکر قهرمان جهان شدن و مسابقه اون اصلیه تو ذهنتون یکم قوت گرفت. چه سالی بود از بعد از کدوم مسابقتون بود دیگه من میتونم باید برم سراغ قهرمان جهان؟ من همیشه میخواستم قهرمان جهان بشم، یعنی هر مسابقه که میدادم همش به فکر قهرمانی جهان بودم. سال 2009 اولین بار بود که برای مسابقات داخل سالن آسیا داشتن خانوما رو برای کیکبوکسینگ اعزام میکردن به کشور ویتنام، یعنی میشد اولین اعزام بین المللی خانوما، که توی اون مسابقات من مدال نقره گرفتم. ولی خب اون میشد قهرمانی بازی های داخل سالن آسیا. قهرمانی جهان رو من سال 2011 شرکت کردم تو کشور مقدونیه که مقام نیاوردم. تازه اونجا فهمیدم که چقدر راهه برای اینکه بتونم قهرمان جهان بشم. خب اونجا 52 تا کشور دیگه شرکت میکردن، مسابقات به مراتب بزرگتر بود، تیمای دیگر رو میتونستم ببینم با اینکه چند مسابقه بین المللی دیگه تا اون موقع شرکت کرده بودم، ولی اون سطحی که
توی قهرمانی جهان بود و خب تا حالا به چشم نزده بودم، ولی 2000 یعنی قهرمانی جهان دو سال یک بار برقرار میشه توی برگزار میشه برای کیک بوکسینگ، سال 2013 توی برزیل برگزار میشد که اونجا قهرمان جهان شد. خب 2011 رفتیم قهرمانی جهان، مدال نیومد، اولین بازی بود باختم. میخوام ببینم اون کنه، یعنی اولین بازی شکست خورد. بله. بعد وقتی شکست خوردیم چه حسی دست داد بهتون؟ اون لحظه خب خیلی ناراحت شدم، ولی خب وقتی که یه خیلی بده که از شکست میکنید، ولی یه خوبی که داشت این بود که چون مراحل اولیه بود هنوز مسابقات ادامه داشت و من این فرصت رو داشتم که نگاه کنم ببینم که دخترای هموزن من یا اصلا کلن دخترای جامعه کیک بوکسینگ چطوری هن و لبلشون در چه حده. خب این خیلی به من انگیزه داد که بفهمم که چه اطلاعی دارم از سطح تواناییم و سطح توانایی که باید داشته باشم در واقع کجاست. خب این برای من خیلی انگیزه شد برای اینکه برم دو سال تلاش کنم خودم رو بهتر کنم. خب من یکی از دوستان یک کامنتی داره دلم نمیاد نخونم، نوشته که چقدر ذهن و فکر قوی داشتن که تو سن کم میدونستن میخوان قهرمان جهان بشن، باعث افتخار. واقعا همینطوره که ما انقدر نگرشمون و باورمون قوی باشه که هدفی هم که انتخاب میکنیم بزرگترین هدف باشه، واقعا خودش هنره. تبریک به شما و خانواده تو که انقدر خوب تونستن این پایه‌ها رو تو ذهن شما بریزن. پس شما اینجوری دارید میگید که اون لحظه که شکست خوردیم به این فکر کردید، گفتید الان وقتش رو خودآگاهی کنم، نقطه ضعف و قوت خودم در بیارم، ببینم بقیه که دارن هیل میرن بالا اصلا چه کار میکنن میبرن. و اون موقع بود که اون موقع به خودتون گفتید من دو تا بودی قهرمان جهان میشم؟ بله، به خاطر اینکه خب وقتی که من کیک بوکسینگ رو شروع کردم همین اولش تا شروع کردم به من گفتن خب دیره، تو اصلا نمیتونی مسابقات شرکت کنی، تو میتونی فوقش یه مربی خیلی خوب باشی، برای اینکه تو کیک بوکسینگ خوب باشی باید از بچگی شروع کنی. برای همین من همینطوری فکر میکردم که خب دیره و من نمیتونم، وقت ندارم. برای همین همونجا به خودم گفتم که باید دو سال دیگه قهرمان جهان بشی، چون مثلا دیگه دیری دیگه. دو سال دیگه چند سالتون؟ 1987 من به دنیا اومدم، 2017 چه 30 سال چند سال بعد 26 سالم بود داخل قهرمان جهان شدم. چه عالی، این 2011 تا 2013 رو یکم دوستان صحبت کنید، این چه کی دیگه کم خوابیدین، تلاش بیشتر کردین، که رویاشو میدیدین، یعنی که همه چیز داشت هیجانی میشد توی تمریناتون. راستش وقتی که 2011 رفتم برای مسابقات، من 2010 تازه مهاجرت کردم کانادا و هنوز دور و برم رو نمیشناختم، همش دلتنگ ایران بودم. فکر میکردم که خب این شهری که توش اومدم نسبت به تهران یه داهاتیه و هیچ جا نیست و هیچ کیک بوکسینگ نمیشناسه. و خب ایران بالاخره چند بار رفته بودم مسابقات بین المللی، دو سه نفر من رو میشناختن، تیمی داشتیم، برنامه درست ورزشی داشتم، همش احساس میکردم که من عقبم و باید برای اینکه خوب بشم باید برگردم ایران. اینه که برای خب آمادگی مسابقات تیم ملی رفتم ایران. نمیگم این اشتباه بود، اشتباه من این بود که تو اون موقعیتی جدیدی که قرار گرفته بودم سعی نکرده بودم اونجا رو درست بشناسم و از موقعیتی که دارم بهترین استفاده رو بکنم. ولی وقتی که 2011 از مسابقات برگشتم بلافاصله اومدم و سعی کردم که خودم رو وصل کنم به باشگاه هایی که مثلا دخترایی دارن که حرفه‌ای ورزش میکنن، یا سعی کردم بدنسازیم رو بهتر بکنم. اصلا نحوه نگرشم نسبت به غذا خوردن، استراحت کردن، کار کردن، تمرین کردن کاملا عوض شد. توی اون دو سال خودم رو بس کردم به تیم ملی بوکس کانادا، به خاطر اینکه خب میدونستم از نظر بوکسی ضعیفم، برای همین تمام حریف تمرینیام بوکسورا بودن، دخترایی که خب میرفتن مسابقات بوکس بازی میکردن، در سطح ملی کار میکردن، دو تا هم
هم تمرینی داشتم که دکتر حرفه‌ای بودن، نزدیک وزن من بودن. خب این خیلی کمک کرد به اینکه هم سطح اعتماد به نفسم بیشتر بشه، برای اینکه فکر کنم خب منم میتونم خوب باش بزنم. همین که وقتی که در کنار آدمای قرار میگیرین که اونا هم برای پیشرفتشون دارن تلاش میکنن، اونا هم هدف عالیه دارن، ناخودآگاه بیشتر خودتون رو مسئول میدونین نسبت به پیشرفتتون. چه خوب، پس یه محیط تمرین خیلی خوب پیدا کردیم، تونستید اونجا حتی اون مشکلی که به حال اول مهاجرت برمه پیش میاد، اون دلتنگی و اون بیقراری هم به خود کم بنگ شد. اونجا با همسرتون آمده بودید، چون در مورد ازدواجتون هم اگه یه خلاصه بتونید بگید و تأثیر ازدواجتون توی موفقیتتون هم باشه. 2010 من با خانواده مهاجرت کردم به کانادا. علی سال 2012 اومد کانادا. تو این فاصله ای که اومد، یکی دو ماه بعدش ما ازدواج کردیم. خب به مراتب برای اون حتی میتونم بگم سخت‌تر بود، به خاطر اینکه اون زبان انگلیسی بلد نبود، بعد از یک موقعیتی تو ایران اومده بود که خب جا افتاده بود، بالاخره همه میشناختن، یکی از بهترین مربیای ایران بود، بارها و بارها برای تیم ملی بازی کرده بود، اومده بود جایی که هیچ کس رو نمیشناخت و زبانش رو هم بلد نبود، به اضافه اینکه خب زندگی مشترکی که تازه شروع میکنین، خب اونم چالش های خودشو داره، اونا همه مضاعف میشه بر سختی هایی که خب یه ورزشکار داره برای اینکه بخواد به قهرمانی برسه. ولی از یه طرف دیگه به این علت که اهداف مشترک داشتیم، خیلی تاثیر گذاشت رو اینکه همدیگه رو هل بدیم به سمت پیشرفت. یعنی خب جاهایی که بالاخره من 100% به اون اعتماد داشتم توی ورزش و نحوه تمرین، و اونم 100% به من اعتماد داشت که اگر بخوایم بریم مسابقات، من راه و چاه این که چطوری بلیت پیدا کنم، چطوری هتل پیدا کنم، چطوری پیگیر کار باشم، و اینکه میدونستیم که راهی که شروع کردیم سخته و باید قدم قدم با هم دیگه برداریم. بسیار عالی، خدا قوت به علی جان. چون میدونم علی جان به عنوان یک مربی سرشناس در ایران یا نامشون هست و ممنونیم از ایشون که کنار شما هست. خب بعد 2019 علی جان آمده کن، شما این فرگل تمرین رو دیگه با هم دیگه جلو میرفتیم و استراب و ترس چیزی هم داشتیم تو وجودتون، یه وقتایی تو تنهاییتون بهتون بگه این یکی رو شکست بخوریم اگه نیومد چه باش کنم. یکی از بزرگترین مشکلات من فکر میکنم این بود، شاید به خاطر اینه که اون موقع که من شروع کردم خب خانوما کمتر تو این رشته بودن، یا لااقل خانومایی که من میشناختم کمتر بودن، و این باعث میشد که من خودم رو قبول نداشته باشم، روحیم ضعیف بود نسبت به الان که مقایسه میکنم. فکر میکنم که مثلا با کوچکترین شکستی خیلی ناراحت می‌شدم. یادم میاد اولین بار که می‌خواستم مسابقات حرفه‌ای بازی بکنم، تایلند بود و علی اومده بود، علی مربیم و شوهرم اومده بود برای اینکه کوچ بکنه منو، به من گفت اگر باختی هیچ اشکالی نداره ها، نشینی زانوی غم به بغل بگیری مثلا پنج روز گریه کنی. یعنی می‌خوام بگم خیلی به هم فشار می اومد، از نظر روحی خیلی خودم رو سرزنش می کردم. ولی به مرور زمان خب با شکست یاد گرفتم که خب این هم قسمتی از بازیه، و اگه من شکست نخورم هیچ وقت یاد نمی گیرم که بهتر بشم. اگر که همیشه پیروز بشم خب فکر کنم همین خوبه دیگه، و این شکست هاست که باعث میشه که من برم دوباره رو خودم کار بکنم، یه قدم بیام بالاتر. خب این شکست ها و اون پیشرفتا رو برای من داشت. برای همین وقتی که داشتم میرفتم قهرمانی جهان، تو ذهنم همه اینا رو مرور میکردم که ببین چقدر راه اومدی، ببین از کجا اومدی، ببین چقدر پیشرفت کردی، به این فکر به اون فکر. خب اینا همه به من کمک میکرد که بتونم با اون حس ترس و کم بوده اعتماد به نفس مقابله کنم. میخوام بگم اینطور نیستش که ورزشکار 100% اینطوری باشه. مثلا بهتون بگم که 85% اوقات اینطوری این که خب من خیلی خوبم و من خیلی زحمت کشیدم، من این قهرمانی ها رو دارم، 85% اوقات حس خوبی دارین، ولی
وقتی که میخواین وارد مسابقه بشین بالاخره یه ته دلتون انگار میلرزه، ولی الان میبینم که ورزشکارا همه مشاور دارن، همه لایف کوچ دارن، یه تمرین میخوام بگم فقط تمرین فیزیکی نیست، یه تمرین ذهنی دارن که هر روز انجام میدن برای اینکه ذهنشون هم به اندازه جسمشون قوی باشه. یکی از شاید بگم چیزایی که من ازش پشیمونم اینه که کاش زودتر به این آگاهی رسیده بودم، کاش زودتر این مطالعاتو انجام داده بودم که ذهنم هم اونقدر قوی کرده بودم. چه نکته خوب گفتیم فریناز جان، این که اصلا ربطی نداره به جنسیت، یعنی که میتونه یک خانم یا میتونه یک آقا توی مسیری که میره نگران باشن همیشه هر چه در کجا قدیمی، ولی چرا این اتفاق وقتی یه رشته ای رو خانوما تازه توش میرن شرکت میکنن یا حتی یک تخصصی رو آقایون که خانوما بیشتر توش شرکت کردن تازه شرکت میکنن اون نگرانی وجود داره؟ این متاسفانه به قول شما اینه که ما شاید عادت نکردیم که بدونیم هر تغییر بزرگی، هر اتفاق بزرگی صرفا لازم نیست قبل از تو یک نفر انجام داده باشه. تو میتونی جز اولین ها باشی، ولی اگر منتالی، اگر ذهنی به قول شما مشاور خوبی داشته باشی یا کسی کنارت باشه که بتونید از نظر ذهنی این باورت رو ایجاد کنه که اصلا شاید تو اولیش بشی. یادی کنیم به مریم توسی عزیز که توی دو تونسته بود رکورد فوق‌العاده‌ای رو در سطح جهان کسب کنه به اسم ایران، اونم واقعا همین بود. وقتی اولین بار داشت میرم صحبت شما رو میدید، شما هم به عنوان یک بانوی ایرانی روی ورزش این که توی ایران خیلی هم ورزش رو از این مد کنم و دنیا رو از این مده ورزش رو از این که آقایون هم توی ایران توی اون سالا تا قبل از 2010 اصلا چیزی نه جدی حسابش نمی کردن، یعنی ورزش رو از این کرده تا آقایون هم واقعا اولویت خیلی بالایی توی حالا کمپیوتر ورزش و وزارت ورزش و اینها واقعا نبود. الان توی سالا برای آقایون بهتر شد. بیان به این نگرش برسیم، پس یا تو هر تخصصی یه تو هر ورزش تخصص علمی یا هر چیزی ما اگر جز اولین ما هستیم واقعا نگران نباشیم، میتونیم از طریق قدیتر کردن ذهن خیلی هم حرف زدن باستم شما یه رو نه اتفاقا خیلی خوب شد اینو گفتیم. اینو میخواستم اشاره کنم که اگر بیننده هاتون رزمی کار میکنن، من الان خب با خاطر موقعیتم اجازه این شانس رو دارم که بتونم بیشتر نظرم رو توی اینجور جاها مطرح بکنم. یکی از مشکلاتی که اکثرا داریم اینه که به خاطر اینکه خانوما دیرتر یه سری رشته های ورزش رو شروع کردن، خب موقعیت قبلا براشون نبوده یا اصلا خانوما وجود نداشتن توی مسابقات، فکر میکنیم که جایی برای ما نیست، یا متاسفانه این موضوع هست که جایگاه برای خانوما کمتره. مثلا میگم اون موقع که من مسابقات میدادم اگر برای هر چهار مرد یک خانومو میفرستادن، خب این یعنی نسبت 4-1. درسته که به نظر ناعادلانه میاد، ولی این به این علته که زنها تازه حضور پیدا کردن. اینو میخوام اشاره بکنم که اگر اون یک خانوم این باور رو داشته باشه که با حضورش و با تلاشش و با استمرار میتونه راهو باز کنه برای چند خانوم دیگه، که همین اتفاقی بود که برای من افتاد. از وقتی سال 2009 اولین مسابقه رو دادم، بعد از من خانمای دیگه شرکت کردن، راه باز شد برای خانم‌ها. اگر این خانم این باور رو داشته باشه که داره این کار رو انجام میده، همین اعتماد داره، همین باور هم باعث پیشرفت خودش میشه، هم باعث کمک به بانوان ورزشکار دیگه‌ای که دارن تو اون راه قدم برمی‌دارن. این فقط در سطح ایران نیست، من این مسئله رو در سطح جهانی مطرح می‌کنم، همه کشورها تقریبا این مشکل رو دارن. چه جالب، دقیقا تو کل کشورها این موضوع وجود داره. خب خیلی عالی بود. میریم سال 2013، اگه شما موافقید صبح روزی که انتخاب بیدار شدیم و اون روز شما مسابقه داشتیم و از صبح که بیدار شدیم و اون حسایی که من سراغتون تا وقتی که رفتیم یه مسابقه و میخواستیم شروع کنیم، این حسا رو اگر بتونید بگید ممنون میشم. قهرمانی جهانی تورنمنته که وقتی که واردش میشین، خب تمرین کردن و رسیدن بهش یه طرف سختی داره، از نظر ذهنی هم اگر کاملا متمرکز نباشین یه سختی های دیگه داره. مثلا یه چیزی که من بعد از چندین دور مسابقات بهش به این نتیجه رسیدم این بود که من همیشه مریض بودم قبل از مسابقات، همیشه به طرز عجیبی سرماخورده شدید آنفولانزا تور، مثلا گلو درد شدید،
عفونت شدید و بعدها در اثر مطالعه فهمیدم که خب این یه بازی ذهنه. وقتی که از نظر ذهنی ضعیفین، جسمتون هم ضعیف میشه و شاید گاهی وقتا این مریضی ها یه بهونه برای ذهنمون که اگه به موفقیت نرسیم بتونیم به خودمون بگیم که خب تو مریض بودی، خب تو از نظر جسمی 100% نبودی. و این فقط برای من نیست، من اینو تو کتاب خوندم، از ورزشکارهای دیگه شنیدم، یا مثلا آسیب‌های جسمی که برای ورزشکار پیش میاد، این معنیش نیستش که اون آسیبا پیش نمیاد یا اون سرماخوردگی ها پیش نمیاد، چرا میاد، ولی گاهی وقتا به این مناسبت پیش میاد که انگار که ذهنمون اون راه در رو داشته باشه که اگر به موفقیت نرسید بگه خب تو 100% نبود. اگر که فکر میکنم این باز دوباره یکی از چیزایی که من باید زودتر بهش میرسیدم، اگر اون موقع یاد گرفته بودم که به خودم میگفتم که تو مسئول شکست و پیروزی خودت هستی و با هر شکستی که به دست میاد یک چیزی داری یاد میگیری، شاید این مریضی ها کمتر برام پیش میاد. که در اواخر دورانی که مسابقه میدادم اینطوری شده بود، دیگه مریض نمیشدم به خاطر اینکه با خودم یه برنامه منظم روانی داشتم که با خودم صحبت میکردم، مسئولیتامو به خودم میگفتم، تواناییامو به خودم یادآوری میکردم و این باعث شده بود که از نظر ذهنی قوی تر باشم. ولی اون حسی که توی مسابقات قهرمانی جهان داریم و علاوه اون مریضیه، چون یه تورنمنت چند بازی هست، مثلا توی وزن من 4 بازی باید انجام میدادم. خب وقتی که میخواین وارد مسابقات بشین یک دوره باید وزن کشی بکنین. خب اون وزن کشی هم برای ورزشکاران یه جور دردسره، به خاطر اینکه معتقدن توی رشته من، توی اکثر رشته های رزمی، که ورزشکار باید وزن کم بکنن. خب اون وزن کم کردن، شما باید گشنگی بکشین، باید تشنگی بکشین، بعد قبل از اینکه میخواین برین روی وزنه یه ذره ورزش بکنین با اون گشنگی و تشنگی تا یه ذره دیگه عرق بکنین، وزنتون کم بشه. خب اونا همه یه انرژی ازتون میگیره و فکر میکنین خیلی بدبختین. به اضافه اون، برای ورزشکار زن ایرانی یه سختی دیگه‌ای که داشت این بود که چون من با حجاب بازی میکردم، مثلا میگم توی قهرمانی جهان وقتی رفتم که برم وزن کشی کنم، دیدم که زن و مرد با هم دیگه قاطین و این یکی از وحشتناکترین مسائل برای یه خانم ورزشکار ایرانی، به خاطر اینکه نمیتونه بره وسط مرد و وزن بکشه. حتی من ورزشکارهای خانومی رو میشناسم که یه ذره وزنشون رو میارم پایین تر که اگه این شرایط پیش بیاد و مجبور باشن با حجاب و لباس وزن بکنن، سر وزن باشن، چون اون کسی که مسئول وزن کشی اصلا نمیپذیره این مسائل. خلاصه میخوام بگم همه این استرس ها هم بود، اون که اولین بازی من خورده بود به روسیه که میشد قول مسابقات هم بود، برای همین اون استرس خب همیشه با من بود. ولی به اضافه اون تو ذهنم هم این بود که این دیگه شانس آخرته، هر کاری کردی برای خودت کردی، باید بری قهرمان باشی، باید بری ببری. و میخوام بگم که وقتی که توی اون تورنمنت قرار گرفتم، به این فکر نکردم که قهرمان جهان باید بشم، به این فکر کردم خب الان من باید ورزش کنم، الان من باید به این فکر کنم، خب الان رسیدم به بعد، الان من باید به حریف روسم فکر کنم، الان وقتی میخوام برم تورین باید به راند اول فکر کنم، اوکی راند اول هم شد، الان فقط باید به راند دوم فکر کنم. اینطوری خودم رو کشوندم تا به بازی فینال رسیدم. چقدر عالی، چقدر خوب. من اینجا یه دوسته تو نمیسته رو بگم، یکی اینکه خب خدا رو شکر پس ما دوست رو بیدار شدید، گلو در نداشتید، سرما خوردید. چرا مریض بودم حسابی. ولی چه نگرش خوبی و چقدر در نظر من دکتر آموزنده فوق العاده ای. مرسی که گفتی فینال شد. این که ما ذهنمون همیشه راه در رو می‌ذاره به خاطر اینکه استرسمون زیاده واسه انجام یک پروژه ای، یا اون میگه ببین اگه نشد تو مریض بودی، یا تو کم خوابیده بودی، یا تو دلتنگ فلانی بودی و تنها بودی و مهاجر بودی. و چه خوب که شما به این آگاه شدید اون موقع و رفتین جلو. و این یه نکته خیلی خوبه دیگه، این که یک چیزی که خیلی وقتا ما رو میترسونه و نگران میکنه اینه که فکر میکنیم به اهداف گندمون، بعد همین کار کوچولو رو هم خراب میکنیم. ولی اینکه این رفتی فقط مون راند فکر کردی. روسه چطور بود وقتی باش مسابقه دادیم؟
راستشون بهترین حریفم بود به خاطر اینکه از همهشون تکنیکی تر بود، از همه کارکشته تر بود، اون دامنه تکنیکیش از همه بزرگتر بود. یعنی مثلا بگم اگر حریف ترکیه هم میشد حریف بعدی، یک دختری بود که خیلی نمیخوام حرف بعدی بزنم ولی تو رشته من این خیلی حرف بعدی نیست، ولی وحشی بود. یعنی اینکه آروم قرار نداشت، میومد اصلا براش مهم نبود که بزنینش یا کتک بخوره، فقط میخواست بزنه. ولی حریف روس هم تکنیکی بود، هم تکنیک های مختلف میزد، یعنی نمیشد دستش راحت خون. اون از همهشون سخت‌تر بود، به اضافه اینکه خب بازی اول من بود خیلی استرس داشت. چه بالاخره تونستی بازی اول با موفقیت کنی؟ بازی اول رو انقدر خوب بازی کرده بودم و انقدر از نظر امتیازی جلو بودم که خب اون خیلی به من اعتماد به نفس داد که مثلا برای بازی بعدی دیگه روحیم خوب بود، سرماخوردگی من احساس میکردم بهتر شده، مثلا فکر میکردم که دیگه دارم به برد نزدیک میشم دیگه. خب خیلی هم عادی. بازی ترک هم تونست این با موفقیت رد کنی. بازی سوم کجا بود؟ اونو مویی رد کردم، واقعا هر چی میزدمش هیچیش نمیشد، اصلا یک چیز عجیبی بود. ولی اونو خب اونم که بردم، یعنی اونو بیشتر خوشحال شدم میتونم بگم تا فینالو، به خاطر اینکه شک داشتم که بردم. بازی فینالم با سربستان بود که یه دختر خیلی خوب بود، تجربه دار بود، دوبار تالا دوم شده بود، یه بار سوم شده بود. اونم دختر خیلی تکنیکی و خوبی بود، ولی میتونم بگم که شاید هم به خاطر اون اعتماد به نفسی که در اثر دو تا حریف قدر تو دو روز پشت هم داشتن بود احساس بهتری داشتم وقتی که داشتم میرفتم تو، میدونستم انگار که خب آدم معتقدی هم هستم، احساس میکرد که همه انرژی ها با من همراه هم، خدا الان میخواد من برم ببن. چقدر خیلی تعبیر خیلی همه حساب بوده مختلف زندگی تجربه کردن. من همه دوستان عزیزی که الان میشنون میخوام که واقعا اینجوری نبینن که چون رنز میکنه میکنن این صحبت ها بدن، واقعا صحبت های فریناز جان توی تمام بوده زندگی میتونه واقعا تمثیلاش بوده. چقدر شما بایر میکنید از تو نمونم این که میخدوب شده نهاییتون چی بود و به من بگید اون حس شروع بازیش چه فرق با ست بازی قبل میشه. ما بازی اولو بای خوردم، بای یعنی اینکه تعداد بازیکنان فرد بود و شانس من اصلا بازی اولو بدون حریف، یعنی در واقع اومدم بالا، در واقع بازی دوم میشد خوردم به روسیه، برای همین سه تا بازی کردم. اینم دوباره یکی از اون چیزاییه که چون بای به من خورده بود فکر کردم که اوه الان دیگه همه انرژی ها و خدا به من میگه که بیا من این حالم به تو دادم، برو ببینم دیگه چیکار میکنی دیگه. برای همش دنبال آدمیزاد فکر میکنم اینطوریه، دنبال یه چیزی میگرده، یه نشونه میگرده واسه اینکه شکوفا بشه انگار. خلاصه این اتفاق که افتاد خودش یه کمک خاصی به من بود. حریف در واقع دومم میشد روسیه، سوم میشد ترکیه، حریف آخر میشد سربستان. اونم خیلی بازی میتونم بگم نسبت به بقیه بازی ها راحت‌تر بود، ولی وقتی که بازی تموم شد انگار که همه وجودم خالی شد، انگار که ناراحت شده بودم بیشتر که خوشحال بشم، به خاطر اینکه یه هدفی رو برای خودم گذاشته بودم که از یادم دیگه نمی اومد کی، و یه آن وقتی بهش میرسین فکر میکنین که دیگه دنیا تموم شده، الان من دیگه پس برای چی تو این دنیا میزن، الان من دیگه از فردا باید چی کار بکنم. یه آن اون حس اومد توی وجودم. ولی اینم میخوام بهتون بگم که علی وقتی که دست منو گرفتم بالا میخواست از رینگ اینجوری، رینگ چند تا پله داشت که بیاد بالا، از ذوق پاش گرفت پله از اون بالا افتاد پایین بیچاره، بعد از ذوق یعنی پاش پاره شد. خیلی لحظه واقعا فراموش نشدنی بود، فکر میکنم اون لحظه که سرود ملی ایران رو زدن و من رو سکو بودم یکی از بهترین لحظات زندگیمه که هرگز فراموش نمیکنم. ولی اون لحظه ای که قهرمان جهان شدم دستامو گرفتم بالا احساس کردم که تو دلم دیگه هیچی نیست، احساس ناراحتی کردم یه لحظه. چونه بود خیلی متاسفم واسه علی جان. آره ای بابا. خب اون لحظه
این حسه رو من چند جای دیگه هم شنیدم، مخصوصا تو دنیای ورزش، اینکه ما یه هدف رو میذاریم که بهش برسیم و وقتی که میرسیم یه احساس پوچی میکنیم. شاید دلیلش اینه که فقط به هدف فکر کردیم، شاید اون مسیره یا اون چیزها رو خیلی فکر نکردیم، فقط به فکر رسیدن بودیم. بعدش واسهتون چه این حسه یکم بهتر شد به هدف بعدیتون که حالا میتونه زدن این باشگاه یا هر چیزی باشتر رو هم میزه؟ راستش بعدش که اومدم پایین، خب فدراسیون کیک بوکسینگ کانادا به من پیشنهاد دادن که تیمم رو عوض کنم. 18 روز بعدش ورلد گیمز بود، بعد میرفتم مسابقات دیگه. اینه که ذهنم ناخودآگاه رفت به سمت مسابقات دیگه و یه حالت شلوغ شد، دیگه نتونستم به این فکر کنم که خب هدف دیگه ای باید برای خودم در نظر بگیرم. خب این یه ذره اتفاق بدی بود الان که بهش فکر کنم. خب اون که بخوام تیم عوض کنم هم یه سری چالش خیلی زیاد بود که بارها و بارها توی داستان‌های مختلف تعریف کردم. تیم ایران منو ساسپند کردن، 2 سال نذاشتن من مسابقه بدم. خب این خیلی ضربه خورد به موقعیت ورزشیم. اینا همه چالش‌هایی بود که این طی این چند سال برای من اتفاق افتاد، ولی تمام این چالش‌ها باعث شد که من خب بیام هدف‌های کوچیک‌تر بذارم. مثلا تصمیم گرفتم حرفه‌ای بازی کنم، یا مثلا همین که به خودم گفته بودم از 30 سالگی دیگه نمی‌خوام مسابقه بدم. بعد 30 سالم که شد بکنم خب نه، من الان توی بهترین شرایط جسمی‌ام، پس میتونم بهتر از این باشم، میتونم بیشتر مسابقه بدم. ولی هدف اینکه باشگاه باز کنیم و وقتی که با علی گذاشتیم، هدفمون این نبود که فقط یه باشگاه باز بکنیم که خب درآمد داشته باشیم. اون چیزی که در مد نظرمون بود که الان هم هست خدا رو شکر، اگر که ایشالله یه روز تشریف بیارین باشگاهمون میتونید ببینین، اینه که ما دوست داشتیم یه جامعه ورزشی درست کنیم. نمیخوایم که یه باشگاه ورزشی داشته باشیم که خب آدم ها بیان یه ساعت توش ورزش کنن و عرق کنن و برن، که خیلی هم خوبه این کار رو میکنن، ولی اون هماهنگی و اون ارتباطی که بین ما هنرجوها برقرار شده، اون حس علتیه که ما به خاطرش این باشگاه افتتاح کردیم. یعنی میخوام بگم آدم ها وقتی میان توی باشگاه ما، توی باشگاه خودشونه، میگن که انگار که یه روز نمیام اینجا دلم تنگ میشه، یا مثلا گاهی وقتا میان میگن که من باورم نمیشه مثلا علی به من مسیج زده که حالا 2 روز نبودی کجا بودی، مثلا من مامانم هم ازم نمیپرسه تو کجا بودی. اینه که واقعا بهشون اون حس، واقعا ما بهشون علاقه داریم، فقط به این علت نیستش که بیان یه ساعت ورزش کنن برن، واسه اینه که عشق ما این ورزش، عشق ما اینه که آدم ها بیان پیشرفت بکنن، نه فقط از نظر ورزشی، از نظر اینکه ارتقا پیدا بکنه کیفیت زندگیشون. به این علت این باشگاه زدیم و هدفمون رو اینو گذاشتیم. چقدر عالی، من به شما افتخار میکنم اینکه علاوه بر اینکه قهرمان جهان شدیم، تواضع و فروتنی در وجودتون هست که حالا اون چیزی که من بلدم رو کمک کنم یک اجتماع ورزشی بیان اونو یاد بگیرن و دور هم و با هم دیگه بتونیم پیشرفت کنیم، واقعا ارزشمند. خب خیلی عالی، چه حس زیبایی که شما وقتی در حال این شرف هم بعد از اینکه سلود ایران زدن و سطحیم به وجود اومد. متاسفم بابت اون 2 سال و متاسفم بابت این سالی که وقت رو افتاد توی بحثشتون. خیلی خیلی درک میکنم به خاطر اینکه یه کوچولو تجربه دارم و تو ورزش وقتی آدم تو اوج پیشرفت باشه و نتونه ورزش کنه، خب بیشتر از هر چیزی از نظر ذهنی افتاد. واسه الان به بعد پلنی داریم واسه مسابقات جهانی؟ حالا نمیگم قهرمانی جهان، ولی مسابقات. راستش اتفاقی که افتاد این بود که قبل از کووید دیگه من احساس میکردم که آخرای وقتی که میخوام مسابقه بدم، تصمیم داشتم که فقط حرفه‌ای بازی کنم. وقتی که کووید اتفاق افتاد، خب تمام مسابقات کیک بوکسینگ کنسل شد. همین الانم هم که 18 ماه از کووید توی این قسمت دنیا، برای ایران مطمئنم که بیشتر از 18 ماه تقریبا 2 سال شده میگذره، فقط 1 مسابقه کیک بوکسینگ برگزار شده و فقط 1 مسابقه برای خانم‌ها برگزار شده. اینه که خیلی خیلی
سطح در واقع برگزاری مسابقات اومده پایین. خب این خیلی از نظر فکری به من اینو، بازم میگم شاید من یه ذره خرافاتیم، ولی به من اینو انگار میخواست نشون بده که دیگه کافیه، باید انرژیمو بذارم به اینکه بتونم اون جامعه ورزشی رو که درست کردم و گسترش بدم. این موقعیت برام فراهم شد که بتونم تمرینای آنلاین برگزار کنم، با آدما این طرفای مختلف دنیا کار بکنم و فقط تو شهر خودم ونکوور نباشه، که الانم خب خدا رو شکر خیلی پیشرفت کرده. مثلا من کسایی رو دارم که نمیدونم آریزونان، کالیفرنیان، انگلیسان، مکزیکان، با آدمای مختلف کار میکنم تو جای مختلف دنیا. ولی نه مسابقات فکر نمی‌کنم، ولی با علی تصمیم داریم که انشالله باشگاهمون رو یه ذره بزرگتر بکنیم، بیشتر وقت و سرمایه‌مون رو بذاریم روی این که از نظر کاری پیشرفت بکنیم. عالی، خوب، خدا قوت. یکم از سوالای این موضوع دور میشم، در مورد مدیریت زمان میخوام بپرسم ازتون. دوستان فکر میکنن یک ورزشکار وقتی برنامه‌چه دیگه تو زندگی هیچ کاری نمی کنه، ولی شما حدود خوبی هستین، هم مهاجرت کردین، هم ازدواج کردین، هم تو باشگاه هستین، هم به هر حال روی یادگیری خودتون کار کردین. مدیریت زمان خوب و تیک یک ورزشکار شما چجوری تمرین میکنید؟ راستش فکر میکنم مهمترین کاری که یه ورزشکار میکنه مدیریت زمانه، به این علت که اگر من به عنوان یه ورزشکار فکر کنم خب من از ساعت مثلا میگم 7:30 شب تا 9 شب تمرین کردم، پس من خستم بخوابم تا فرداش 9 صبح، نصف روزم رو از دست دادم. ولی کاری که من میکردم مثلا این بود که من باید 6 صبح کار میکردم. یه روزایی بود که خب یه سری شاگردایی داشتم که جراح بودن و اینا باید زود کارشون میکردن، برای همین 5 صبح تمرین میکردن تا 6 صبح، یعنی من باید 4 صبح از خواب میشدم. خب این به من یاد داد که خب اون آدمی که جراحه اینقدر برای وقتش ارزش قائله، 4 صبح از خواب پا میشه که 5 تا 6 صبح ورزش کنه، وقتی که مثلا 6:30 بره سر کار. منم به عنوان ورزشکار این وظیفه رو دارم که از حد اکثر وقتم استفاده بکنم. خب این باشه که خیلی جدی باشم روی صبح زود تمرین کردن، صبح زود بیدار شدن، استراحت، وقت زمانی استراحتم رو جدی بگیرم. مثلا 10 شب دیگه نه موبایل تو دستمه، نه کتاب تو دستمه، نه چراغی روشنه، باید بخوابم. خب قبلا تا مثلا 10:30 کار میکردم، 11 این کار میکردم تا 5 صبح، یه ذره جوان‌تر بودم کمتر میخوابیدم، ولی الان خب پیرتر شدم یه ساعت بیشتر. یا اینکه اون 2 سالی که میخواستم برای قهرمانی جهان کار کنم، هیچ وقتی برای تلویزیون نگاه کردن و سینما رفتن و اینا وجود نداشت، برای همین چون باید فول تایم کار میکردم، باید روزی 2 تا 3 تایم تمرین میکردم، تنها وقتی که بود اگر 20 دقیقه تا نیم ساعت میخواستم یه چیزی نگاه کنم، یه مسابقه نگاه کردم که بتونم یه چیزی از اون یاد بگیرم. اینه که یه سری چیزایی رو مثلا اگه یکی به هم میگفت خب ما میخوایم شام بریم بیرون، نمیتونستم این کار بکنم تو اون 2 سال، به خاطر اینکه همه هدفم رو گذاشته بودم روی مسابقه دادم. ولی خب خوبی اینجور اهداف اینه که یه مدت کوتاهی رو در نظر میگیرین، 100% تمرکز و وجودتون رو میذارین براش و بعدش یه مدت کوتاهی استراحت میکنین و دوباره هدف بعدی رو در نظر میگیرین. این به این معنا نیستش که شما کلن یه بودی شدین. نه، من فول تایم کار میکردم، خب اون چیزی رو که بعد نگاه میکردم، درس داشتم، موقع مسابقاتم رو میدادم، تمرینم رو میکردم. ولی از مواردی که وقتی که یه هدف جدی ندارین، به اصطلاح تفریحیه، مجبورم بزنم برای اینکه بتونم به هدفم برسم. چرا خوب این که به هر حال چه مقایسه خوبی کردی، همون روی یک جراح، یک پزشک میاد مدیریت زمان میکنه و ارزش رو تو زندگی جا میده، یک ورزشکار هم باید برعکس قضیه رو بتونه هدایت کنه. و یه چیزی هم که خیلی توی ورزش مهمه فکر خوابه، خیلی ها دست کم میگیرن، ولی تقصیر خواب فکر میکنم برای ورزشکار و همون اندازه تمرین و تلاشش مهم هست. اگر حالا اشتباه میکنم، یکی این که خواب عمیق، الان چندین اپلیکیشن و دستگاه های مختلف اومده که به شما نشون بده که چجوری میتونید خواب عمیق کنین، یا چند ساعت از خوابی که خوابیدین خواب با کیفیت بوده. و این به مرور با کنترل کردن مثلا با یه همچین اپلیکیشنی شما یاد بگیرین که خب مثلا چه ساعتی بوده این خواب با کیفیت من، چند ساعت بوده،
یا چه موقعی از شب بوده. به مرور شما یاد میگیرین که چیکار بکنین که بهترین استفاده رو از این خوابتون انجام بدین. یکی دیگه هم که خیلی من به همه شاگردام مرتب تذکر میدم و خودم هم شرایط میکنم، آب خوردنه. فکر میکنم که یک ورزشکار مینیمم روزی 4 لیتر باید آب بخوره، به خاطر اینکه تعریق میکنه، به خاطر اینکه وقتی دمای بدنش میاد پایین تر میتونه به خواب عمیق تر بره، میتونه بیشتر استراحت بکنه. به اضافه اینکه خب عرض میخوام ولی یک سری از آسیب ها با ادرار دفع میشه، مثلا یه سری از یه سری از التهاب ها به وسیله ادرار دفع میشه. اینه که هر چقدر که بیشتر آب بخورین و حرکت بیشتر انجام بدین، اینا رو میتونین، این آسیب دیدگی های سطحی رو میتونین زودتر برطرف کنین. برای همین خوابیدن و آب خوردن به نظر من هم راستا با تمرین کردن مهمه برای ورزش. چقدر عالی. در مورد اون اپلیکیشن ها اگر کیس خاصی دارید میشه به من بگیم بعد از این لایو که من استوریش کنم؟ بله، یه دونه یه دستگاهی هست به نام WHOOP که الان خیلی خیلی طرفدار داره تو بین ورزشکارا. من خودم از کولار استفاده میکنم برای اینکه اندازه بگیرم فشار تمرین و زمان تمرین و ضربان سنج و کالری سنج و اینا رو سال هاست که دارم ازش استفاده میکنم. ولی ووپ و یکی دیگه هست اورا رینگ، این دوتا کارشون تخصصشون کیفیت خواب رو نشون دادنه. ووپ که انقدر الان پیشرفت است که یکی از معدود دستگاه‌هایی که یه دستبند ساده است که بهتون حتی مثلا میگم حتی آدم ها وقتی که کووید گرفته بودن و بهشون نشون داده بود که بهشون گفته بود که سریع مراجعه کن به بیمارستان چون تو اصلا نتونستی بخوابی، اصلا ریکاور نشدی، وایتال ساینز پایینه. میخوام بگم خیلی دستگاه قویه. جالبی، مرسی، ممنونم. یه سال دیگه این که اگر به گذشته برگردیم، 15-20 سال گذشته این امکان داشته باشیم برگردیم به زمان گذشته، چه کار رو انجام میدین یا اینکه به یه شکل دیگه انجامش میدین؟ 20 سال گذشته چون که 14-15 سالم می شده فکر کنم رفتارم و سعی می کردم، من بلد نبودم چطوری ارتباط برقرار کنم، حرفامو بلد نبودم درست بزنم. فکر می کنم بیشتر تمرکز می کردم به اینکه بتونم حرفامو بزنم. ولی اگه بهم بگین که اگه برمیگشتی به 15 سال پیش، وقتی که من اومدم کانادا به من گفتن که برو کشتی یاد بگیر. خب کشتی توی ایران یه رشته ملیه، یکی از مهمترین ورزش‌های کشوره، همه غیرت دارن، مرد و زن و پیر و جوان کشتی رو میشناسن و کشتیگیرا رو میشناسن و روش غیرت دارن. ولی اصلا حتی تو در مغز من هم نمیگنجید که زن‌ها هم میتونن کشتی بگیرن. ولی کانادا یه کشوریه که دومه تو جهان تو کشتیش، خانوماش، آقایونش هیچ خوب نیستن ولی خانوماش نه دوم جهانه. اون موقع که به من اینو گفتم من گفتم وای نه من الان برم یکی با من کشتی بگیره فلان، ولی الان واقعا احساس پشیمونی میکنم به این علت که کشتی مثل دوه، مثل مادر ورزش‌های رزمیه. هم از نظر جسمی خیلی میتونستم قوی تر باشم، همین که نمیدونم چقدر اطلاع دارین از رشته‌های رزمی، ولی ورزش MMA که میشه هنرهای ترکیبی رزمی، خب الان برای خانوما همراستا با آقایون درآمد داره. ورزش من کیک بوکسینگ موی تای یه جوریه که وقتی که شما درآمد از هر مسابقات، هر درآمدی که داشته باشین، واقعا هزینه هاتون به مراتب بیشتر از درآمدتونه. یعنی در حدیه که شما وقتی که جوون هستین اینطوری این که خب عشقم اشکال نداره، حالا با نون و پنیرم سر میکنید، ولی وقتی که سنتون میره بالاتر و مسئولیتاتون تو زندگی به مراتب بیشتر میشه، اینطوری میشین که خب بابا آخه پس من کی خرج خونم رو بده، کی اجاره خونم رو بده. اینه که هی عشقتون به این ورزش کمتر میشه، احساس میکنین که دارین بیشتر بهش میدین تا تحویل بگیرین. ولی رشته MMA الان اینطوریه که حتی در مراتب پایین ترم خانوما درآمدشون به حدی خوبه، اطلاع من تو آمریکای شمالیه، انقدر درآمدشون خوبه که میتونن کار نکنن و فقط تمام تمرکزشون رو بذارن رو مسابقات MMA. اینه که اگر کسی که در حد من کیک بوکسینگ کرد یه ذره کشتی اون موقع میذاشت پشتش، الان میتونستم خیلی بهتر از این باشم.
این موزه کشتی رو خیلی درک میکنم، به خاطر اینکه به چشم اینو دیدم که کشتیگیرای حرفه‌ای وقتی هنر رزمیشون خوبه، بوکسشون خوبه، چون توی بوشو که حالا من این مقدار بودم تقریبا تلفیق هر دوی اینا موزیک میشدن کشتی میگرفتن و همیشه دیدم کشتی یه تمایز خیلی خوب ایجاد میکنه و یه خوب خیلی. مرسی مرسی از کمک این رو اشتراک گذاشتین. میخوام در مورد شکست چند بار شما صحبت کردین، صحبت خوبی هم شد، میخوام یه حالت جمع‌بندی شکست رو به هم بریم. روزایی که چه تو ورزش که تو غیر از ورزش روزای پرچالشی رو که رد کردین، فکر میکردین کارتون جلو نمیره، شکست رو تجربه میکردین، حالا میتونه ورزشی باشه میتونه غیر ورزشی باشه، چجوری با چه انرژی بلند میشدین و با چه انرژی به خودتون میگفتید که من باید برم جلو، اون روزا رو چجور رد کردین؟ این یک نمیدونم اینو پیشنهاد میکنم به کسی یا نه، ولی فکر میکنم اوایل که خب شکست میخوردم خب خیلی ناراحت میشدم و مرد میرفتم تو خودم و خیلی قصه میخوردم، ولی به مرور بعد از چندین شکست و اینا هی به خودم میگفتم که خب الان بهش فکر نکن، فردا بهش بکن، الان وسایلتو جمع کن، الان برو تمرین کن، الان این کار رو انجام بده، بعدا به این فکر کن. هی سعی میکردم که بزنم پس ذهنم تا وقتی تا اونجایی برسه که دیگه اون قول خارجی ها emotional attachment هم ازش از بین میرفت، یعنی اون خجالت و اون شرمساری که از شکست داشتم به مرور زمان کم میشد، چون هی روش تمرکز نمی کردم. وقتی که اون حالت شرمساری از بین میرفت، اون حالتی که حالم بد میشد بهش فکر کردم از بین میرفت، بعد برمیگشتم روش، مثلا فیلم بازی رو که باخته بودم یه نگاه میکردم ببینم خب ایرادام چیه، الان روشون کار کنم. ولی اون لحظه‌ای که اگر بهش فکر میکردم همش منو میکوبید، یه کاری با من میکرد که نتونم ادامه بدم به کارم، یه کاری با من میکرد که نتونم روزمو خوب شروع کنم، نتونم اونقدر مفید باشم، هی سعی میکردم پسش بزنم تا وقتی که اونقدر قوی بشم، اونقدر ازش فاصله بگیرم که بتونم باهاش روبرو بشم. یکی از بهترین تمثیل های رد شدن از شکست از شما شنیدم. به خاطر این که واقعا رد شد، حالا این بهتون بگم به نگرشتون تعریف میگم، اصلا تو روش کوچینگ اینه که شما باید با ناخودآگاهیتون اونجوری برخورد کنید که تمرکز نکنه تو اون موضوع، و اصلا ناخودآگاهی روشش اینه رو هر چیز تمرکز میکنه منبتتش، اگر رو چیز شکست تمرکز کنه بزرگش میکنه، اگر روی مثبت بزرگش میکنه. این عملی ترین تکنیک دوست داری که در هم میبینم واقعا کیس خیلی خوب بود. مرسی مرسی از شما، خیلی خوب، باعث افتخارم. جمله تو زندگیتون هست که بیت شعر، جمله یا ضرب‌المثلی مثلی که سرلوحه زندگیتون باشه و همیشه یادش کنید؟ همیشه اینو تو همه جاهایی هم که میرم میگم اینو. اون کسی که به شما میگه که نمیتونی، واسه اینی که خودش نمیتونه، واسه اینی که شما نمیتونی، چون هیچ ایده ای از توانایی شما نداره. اینو به همه همیشه میگه، چون صحبت دیگران متاسفانه به خاطر اینکه ما از نظام بدتگیمون، از نظام آموزشمون یاد گرفتیم صحبت دیگران مهم باشه، متاسفانه خیلی بود این جمله شما خیلی کمک کننده است. یه بار دیگه میبینش همیشه میگم اون کسی که به شما میگه نمیتونی، خودش نمیتونه، این معنیش نیستش که شما نمیتونی. خب ولاده بود. سه تا نقطه قوت از خودتون بخواییم بگید به چیا میتونید بشن؟ اول فکر میکنم تلاشه، دوم اراده است، سوم انعطاف پذیری. تلاش، اراده، انعطاف پذیری. انعطاف پذیری هم یکم بیشتر بازش میکنیم. خیلی این خوب شد که اینو پرسیدین، بخاطر اینکه من خودم این راجع به خودم اینو نمیدونستم و وقتی داشتم با مشاورم صحبت میکردم، داشتم مثلا راجع به یه مسئله کاری صحبت میکردم که خیلی اذیتم میکرد، مثلا داشتم بهش میگفتم که مثلا توی موقعیت کاری یه کلاسی رو مثلا من میخوام یه ساعتی برگزار بکنم و علی میگه که نه من این ساعت رو میخوام، و من همون موقع میگم که باشه، بعد دوباره یه ساعت درش میگم که خب پس من اینو برمیدم، میگه نه 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 منم این من اینو، بعد دوباره میگم من باش،
بعد این همش مرتباً تکرار میشه و من اینو من خیلی اذیت کرد و من اینو با مشاورم مطرح کردم و اون به من گفتش که میدونی چرا اینطوری؟ و من گفتم بله دیگه، چون من یک احمقم که نمیتونه بگه آقا منم این ساعتو میخوام. و گفت نه، این به خاطر اینه که تو خیلی انعطاف پذیری، این به خاطر اینه که اگر که فلان ساعتو نتونی کار بکنی سعی میکنی که از یه ساعت دیگه استفاده بکنی و این یه خصوصیته. اینه که متوجه شدم که من اینو این انعطاف پذیری رو دارم. اتفاقا انعطاف پذیری خوب بوده، خیلی خوشحال داره که آدم موفق همیشه با تغییر کنه و همیشه تغییر واسه کسایی که منعطفا ساده تره. یک مزیتی که فکر کنم منی که اتفاقیت هم بیه بفتیم از خوشبختی چیه؟ به نظرم خوشبختی یعنی این که اون چیزی رو که دوست داری رو پیدا کنی و تو راهش تلاش بکنی. یعنی خود اون تلاش کردن چیزی که دوست داری حس خوشبختی، اون مسیر واقعا لذت بخشه. این که مثال همون قهرمانی جهان که گفتم، اون لحظه که بهش رسیدم احساس توهی بودن کردم، من واقعا درسته که مسیرش سخت بود ولی اون تلاش کردن برای یه هدف عالیه واقعا لذت بخشه، به خاطر اینکه هر لحظهش احساس میکنین که مفیدین و لحظه به لحظه پیشرفت خودتون رو میبینین. این به نظرم معنی خوشبختیه. بلده مدیه بود، مرسی. برای جوانه که تو دهه 20 زندگیشون هستن توصیه چیه که چه مهارتهایی رو تو خودشون تقویت کنن که آینده موفق‌تر بشن، و همچنین برای جوانه که دهه 30 زندگیشون هستن توصیه‌تون چیه؟ یعنی جلوگیری نداشتن. برای تمام آدما من میگم همیشه یه زبون دیگه یاد بگیرن، مخصوصا زبون انگلیسی، به خاطر اینکه اکثر مطالبی که باید بخونن انگلیسیه، اکثر کشورها با زبان انگلیسی آشنا هستن. اینه که یکی از مهمترین مهارت‌هاییه که هر آدمی تو هر سنی و هیچ سنی دیر نیست، ولی برای آدمایی که تو دهه 20 زندگیشونن میخوام بگم تمرکز نکنین روی اینکه از چی خوشتون نمیاد، از چی بدتون میاد. تمرکز بکنین رو اون چیزی رو که دلتون میخواد، اون چیزی که دوست دارین، رو اون وقت بذارین. اکثر ما آدما میدونیم از چی بدمون میاد، میدونیم چی دلمون نمیخواد، ولی خیلی کم آدمایی هستن که بدونن چی دوست دارن، چی میخوان از زندگی. چه جالب. حالا اینو شما تموم کنید بعد من سوالم رو میپرسم. برای آدمایی هم که تو دهه 30 هستن میخوام بگم، شاید یه ذره تلخ میشه ولی یه فکری تو ذهن ما هست، اونم اینه که فکر میکنیم وقتی میرسیم به یه جایی یا به کسی تو زندگیمون باید اون شرایط بهترین شرایط باشه و نباید به خاطرش سعی کنیم. اینه که میخوره تو ذوقمون. مثلا ازدواج میکنیم، بهترین جشنم برامون میگیرن، بعد میریم تو زندگی 6 ماه بعدش راضی نیستیم، میخواییم جدا بشیم، ولی به این فکر نکردیم که وقتی که وارد یه موقعیت جدیدی شدیم، چه کاری چه ازدواج، این یه چالش جدیده و برای اینکه اونو بکنیم، اون موقعیتی که دوست داریم، باید هر روز توش تلاش بکنیم. برای آدمایی که تو دهه سی، یعنی اینو میگم، تو هر موقعیتی که قرار میگیرین بدونین که این پله اوله و برای اینکه اونی بشه که ما میخوایم باید هر روز به خاطرش تلاش کنیم. نکته خیلی خوبی بود، خیلی خوب. من یادم که صحبت قبلتون این که بگردیم اون چیزی که دوست داریم رو پیدا کنیم و اون کاری بکنیم که دوست داریم. خب این واقعا دو تا رویکرد داره. یکی که از الان میتونیم به پدر و مادری که دارن فرزنداشون رو به حال تو بودای مختلف غیر درسی میفرستن کلاس یا یک تخصص به حال آشناشون میکنن، یادمون باشه که این تخصص و اون فرزند دوست داشته باشه، نه صرف من پدر و مادر. این یه بعد قضیهشه. یه بعد دیگه‌ش هم اینه که واقعا ماها تو هر سنی هستیم، به 20 زندگی، 30 زندگی، 40 زندگی هستیم، هنوز دیر نیست، هنوز میتونیم راه پیدا کنیم با تمرکز رو واقعا به سمت خوبی بریم. شما واسه پیدا کردن علاقه بچه ها تو سن پایین ایده خیلی خوبی دارید. گفتین که مثلا کلاس ها فیلم ببینم، با افراد متخصص صحبت کنم،
میتونیم بگیم که حالا کسایی که حالا دهه 20 به بالا هستن مشترک رو بگیم برای اینکه تو مسیری که خودشون مستقل هستن بتونن علاقهشون پیدا کنن چه کارهای عملی انجام بدن، علاقهشون چجور پیدا. یه چیزی که توی بچه ها هست که مثلا به عنوان کسی که آموزش میده میبینم و تو بزرگسالان نمیبینم اینه که بچه ها چون از شکست نمیترسن، هر چیزی رو که بهشون یاد میگیری به قول علی مثل کاغذ سفید میمونن، هر چیزی رو که میگی بلافاصله میتونی روشون بنویسی، بلافاصله میپذیرن، فکر نمیکنن که هیچ چیزی وجود داره که اینا نمیتونن، چون میبینن که مثلا من اونو انجام میدم بلافاصله میخواد انجام بده، حالا غلط هم باشه ولی انجام میده. بعد مثلا بهش میگی خب این قسمت رو باید اینطوری کنی، این کار باید، گوش میده و بلافاصله باز انجام میده، انقدر انجام میده تا اونی بشه که مثلا من میخوام. ولی وقتی که با بزرگسال حرف میزنم، مخصوصا خانوما، متاسفم واقعا از این موضوع، ولی هنوز انجام نداده، میگه من نمیتونم، من که نمیتونم. بعد من همیشه میگم خب یه بار سعی کن، میگه نه آخه من نمیتونم اصلا. میخوام بگم اون چیزی که تو ذهن آدم ها میاد که نمیتونن تو بزرگسالیه، ترس از شکست، ترس از نتونستن باعث میشه که اصلا سعی هم نکنن. اینه که یک کم با بزرگسالان کار کردن سخت‌تره، به خاطر اینکه تو پس ذهنش ترس از شکست هست، ترس از نتوانستن هست، این خودش یک عالمه چیزو الیمینیت میکنه که شما اصلا فکر میکنین که علاقه ندارین بهش، چون در واقع حاضر نیستین تو شکست بخورین، حاضر نیستین تن بدین به اینکه یه چیز سخت رو یاد بگیرین. برای بزرگسالان بهترین کار به نظر من مشاوره است. مشاوره کنن با یک کسی که بتونن به صورت صادقانه ترساشون رو باش بگن، به صورت صادقانه علایق بهشون بگن. گاهی وقتا فقط با حرف زدن، با شنیدن، یک لامپی به قولی تو ذهنمون روشن میشه که تازه بفهمیم که چی دوست داریم، چی میخواییم. من اگه بخوام یه جمع‌بندی از صحبتتون کنم، به نظرم یک نکته طلایی بود این که اگر ما ترسا و اون چیزایی که نگرانمون میکنه رو با کمک مشاور به هر کسی بزنیم کنار، اون علایق میان روبرو، یعنی بعضی بله. رفتار زیر خربان خواهد درس ترکوب شده در درسان بقولده. خوب مرسی از شما. هدف آتیتون چیه تو هر بودی از زندگی؟ دو تا هدف، یکی این که خب دوست دارم باشگاه رو گسترش بدم، نه فقط برای اندازه بلکه اسپکت های دیگه ای توش وجود داشته باشه، مثلا همین مشاوره روانی، تغذیه، رشته های مختلف ورزشی به اضافه فضای بزرگتر. ولی یک چیز دیگه ای که توش خیلی الان تلاش میکنم برابری حقوق زن و مرد تو ورزشکاران. میدونم که الان اکثرا مخصوصا خانمای ایرانی احساس میکنن که تو ورزش ناعادلانه است، برای مردان موقعیت بیشتر هست برای زنا، ولی همینطور که گفتم علتش اینه که خب زنا دیرتر شروع کردن، ولی آدمایی مثل من و هزاران ورزشکار خانم دیگه داریم همیشه تلاش میکنیم برای اینکه موقعیت بهتری برای خانوما برقرار بشه و ایشالله به زودی مسابقات برقرار بشه. مرسی، بسیار عالی، هدف خیلی خوبیه. بریم سراغ سوال آخر قبل از جمع بندی. ممنون میشم یک کتاب، فیلم، سریال و پادکست مورد علاقت معرفی. کتابی که من به همه پیشنهاد میکنم کتاب مایندست، فکر میکنم حتما به فارسی هم ترجمه شده باشه، واقعا روش نگرش من رو به زندگی عوض کرد. نویسندش هم بی‌زحمت بگیم، بعد به من بگید استوری میکنم. آره اجازه بدین نگاه کنم براتون بگم. خیلی کتاب کوتاهی هم هست، فکر میکنم بیشتر از 120 صفحه باشه، ولی انقدر نسبت خودتون با زبان ساده نوشته شده، انقدر به نسبت خودتون آگاهی میده که اصلا نگرشتون نسبت به همه چی عوض میشه و تصمیم گیریاتون تو زندگی واضح‌تر میشه. پادکستی که من همیشه گوش میدم به زبان انگلیسی جو روگن رو همیشه گوش میدم، به خاطر اینکه به مسائل روز اشاره میکنه، به عنوان کسی که ورزش میکنه خب خیلی ورزشکارا رو تو برنامه‌اش دعوت میکنه، همیشه راجع به چیزای جدید ورزشی،
روش‌های مختلف پیشرفت ذهن و جسم صحبت می‌کنه. راستش سریالی که من همیشه می‌بینم به قولی بهش میگم فیل گود، یعنی مثلا حس خوب فقط بهم میده، حتی شاید اونقدر هم بهش دقت نکنم، ولی سریال فرندز که سال‌های ساله که من همچنان تو خونم همینطوری پخش میشه، بخاطر اینکه واقعا حس خیلی خوب بهم میده. فیلم، بهترین فیلمی که من تو زندگیم دیدم فیلم گلادیاتور که هنوزم عاشقشم، فکر کنم 70 بار دیدم. بله. بیا خوب چقدر صحبت های ارزشمند شد، من که سیر نمیشم بکنم، ولی مجدد از تجربیت شما و ارزشان توی برای دیگم استفاده کنیم، من حتما مزرم ارزشان هم میشم برآینده. میکروفون در اختیار شما، بعد جمع‌بندی مطالبی که گفتین اگه توصیه به من ارزشان یا خانم یا هر چیز دارین میکروفون در اختیار شما. راستش هیچ، فکر میکنم همه حرفامو زدم، فقط این که ممنون که وقت گذاشتین به حرفای من گوش کردین، ممنون که منو به برنامه‌تون دعوت کردین، و چه خانوما چه آقایون، جوونا، کوچیکترا، مامان باباها، به همه میگم یکم صبر داشته باشیم، یکم نسبت به همدیگه درک داشته باشیم، اجازه بدیم هر کسی توی با سرعت خودش به اون چیزی که علاقه داره برسه، و وقتی که رسید اجازه بدیم که تو شکوفا بشه، بهش کمک بکنیم برای اینکه به راهش برسه، حالا ممکنه اون راه و اون علاقه نباشه که ما واقعا قبولش داشته باشیم. بسیار عالی، خوب، مرسی از شما فریناز جان که دعوت منو پذیرفت، تشریف آورد، شما باعث افتخار من، امیدواریم که این صحبت رو به دوش کسایی که توی زمینه ورزش بخوان به اهمیت بزرگ برسن برسه. بازم مرسی، من میدونم فریناز جان لایوهای مختلفی رو بعضی وقتا شرکت میکنن با اینکه خیلی سرشون شلوغه، ولی این هدف رو دارن که به هموطنان کمک کنن و این بسیار ارزشمند است. ممنون از شما. مرسی که وقت گذاشتین. از بیننده های عزیز هم متشکرم. شب و روزتون بخیر. خدا نگهدار. خدافظ. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که نکات خوبی رو از این مصاحبه دریافت کرده باشید. ممنون میشم اگر سوال، انتقاد، پیشنهاد یا هر موضوعی در مورد این گفتگو دارید از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارید، و همچنین اگر این گفتگو براتون مسفرثمر بوده با دوستاتون و عزیزاتون به اشتراک بذارید. شب و روزتون بخیر. سپاسگزارم.